سلام و ادب خدمت دوستان عزیز الهام هستم و اینجا کانال ام سی تو این جلسه میخوایم در مورد ام صحبت کنیم و اولین دیتابیسی که مد نظرم هست در موردش صحبت کنیم دیتابیس جینه برای اینکه این در واقع دیتابیس رو خوب یاد بگیریم وارد خود سایت NCBI میشیم برای این کار سرچ کنین NCBI همین خودش رو بزنین مورد اول که اینجا براتون میاره این رو انتخاب کنین همین National Center of Biotechnology Information این رو انتخاب میکنین و وارد صفحه خود NCBI میشین صفحه اول NCBI به این ترتیب هستش ما اگه بخوایم از ابتدا شروع کنیم به توضیح دادن این سایت اولین چیزی که خب اینجا توجهمون رو به خودش جلب میکنیم این یو سایت هستش یو آر ال سایت ncbi.nlm.nih.gov هستش ما ببینیم که اصلا این به چه معنیه؟ ببینید خود NCBI یا National Center of Biotechnology Information زیر مجموعه ای از NLM یا همون National Institutes of Health خود NLM هم یک زیر مجموعه ای از NIH یا National Library of Medicine پس اینها به صورت زیر مجموعه هستش و GOV هم دومین مربوط به دولت آمریکاست پس این مؤسسه مربوط به آمریکا هستش در ادامه تو این صفحه که میبینیم این قسمت نوشته All Databases خب اگه این رو کلیک کنیم نزدیک به 44 تا ما اینجا در واقع دیتابیس مختلف میبینیم بعضی از اینها لیتریچر بیست هستن مثل چی؟ مثل بوکس ما اگه بوکس رو انتخاب کنیم وارد صفحه بوک بشیم در واقع کتاب هایی که در داخل NCBI ایندکس شده رو میتونیم سرچ کنیم و دانلودشون کنیم دیتابیس لیتریچر بیست بعدی میتونه مثلا خود همین PMC باشه PMC دیتابیسی هستش که در اون مقاله وقتی که فول به صورت فری هستش میتونیم ما از این قسمت در واقع دانلودشون کنیم یا خود پابمد پابمد مربوط به مقالات هستش این هم جز لیتریچر بیست ها هستش ولی اکثر دیتابیس هایی که اینجا وجود داره مولکولار بیست هستن مثل چی مثل دی بی ور یا کلیمور، ور خب اینها مولکولار بیس هستن جین جینوم جو دیتا ست پروفایل اینها هومولوژین پروتئین نوکلوتاید SMP اینها همشون مولکولار بیست هستن ما تو این در واقع دیتابیس های مولکولار بیست اون آنالیز هایی که از روی مقالات انجام شده رو بررسی میکنیم و میبینیمشون مثلا SMP یا SNP مربوط به سینگل نوکلوتاید پولیمورفیسم ها هستش یا دو تا دیگه دیبیور و کلینور اینها هم مربوط به وریشن ها و پولیمورفیسم ها هستش مثلا دیبیور کل وریشن ها رو میاره اون اونهایی که از نظر بالینی و کلینیک اهمیت دارند رو میاره یا مثلا جینوم کل جینوم یک ارگانیسم رو میاره یا جین ما میتونیم ژن ها رو در اینجا بررسی کنیم یا اومیم آنلاین مندلیان اینهریتنس این من رو میاره پروتئین مربوط به پروتئین ها هستش پس ما اینجا یک دسته بندی از دیتابیس ها رو داریم ولی اولین جایی که من میخوام توضیحاتم رو شروع کنم جین هستش چرا جین برمیگرده به نظریه در واقع سنترال دوگما طبق این سنترال دوگما ما ابتدا دی ای رو داریم که از روی دی این ای آر در واقع رونویسی میشه از روی این آر ای هم ترجمه پروتئین ایجاد میشه پس ما اگه جین رو داشته باشیم از روی اون امارنی و پروتئین رو هم میتونیم به دست بیاریم. مهمترین دیتابیس ما دیتابیس جین هستش. جین رو انتخاب میکنیم اینجا و سرچ رو میزنیم. همونطور که تو صفحه جین میبینین یک عکس اینجا قرار داده شده این عکس مربوط به فیش یا فلورسنت Institute هایبریدیزیشن هستش کدوم از دیتابیس ها رو باز کنی یک عکس منحصر به فردی برای خودشون دارن خب تو این صفحه ما میایم اینجا ژن مورد نظرمون رو که میخوایم در موردش اطلاع کسب کنیم وارد میکنیم مثلا من پی 53 رو میزنم و سرش رو دوباره کلیک میکنم همونطور که میبینین اینجا آیتم هایی که تو قسمت ریزالت برامون میاره تقریبا 22,979 تاست خب ما از بین این پی پنجاه و سه هایی که اینجا آورده مثلا شروع کنیم به نگاه کردن اولین مورد پی پنجاه و هستش که تو دراز و هستش دومی مربوط به هوموساپینس یا همون هیومن یا انسانی هستش سومی مربوط به موسموسکولوس یا همون موشه چهارمی مربوط به رتوس کوسه یا همون یک گونه رتی که تو آزمایشگاه خیلی ازش استفاده میشه به همین ترتیب انواع مختلف مثلا زبرافیش و اینها رو همش رو اینجا میبینیم ما هدفمون این هستش که پی پنجاه و سه رو تو هیومن بررسی کنیم هم میتونیم بیایم از اینجا انتخاب کنیم ولی بهترین روش این هستش که بیایم در ادامه اینکه ژن رو نوشتیم بنویسیم And Homo sapiens و سرچ رو انجام بده خب همونطور که میبینید بعد از این که گونه رو هم مشخص کردیم اینجا انحصارا برامون یک در واقع ریزالتی نشون میده که نوشته تیپی پنجاسه و ارگانیسمش رو هم نوشته هوموساپینس یا همون هیومن پس ما به این ترتیب میتونیم در واقع هر ارگانیسمی که میخوایم رو اینجا وارد کنیم و انحصارا رو همون فوکس داشته باشیم یعنی دیگه لازم نیست بین ریزالت هایی که برمون آورده کلی بگردیم تا در نهایت ارگانیسم مورد نظرمون رو پیدا کنیم فقط کافیه که بعد از اینکه ژنمون رو وارد کردیم اند بزنیم و هوموساپینس یا همون ارگانیسمش رو بنویسیم اما این این اند رو چرا من با حروف بزرگ نوشتم خب برمیگردیم به بولیان اپراتورها بولیان اپراتورها شامل اند اور و نات هستش خب بعضی وقتا اند نات هم نمیسن ولی روتینش ناته خب ما وقتی که اند رو بین دوتا کلمه میذاریم یعنی اشتراک اون دوتا رو میخوایم مثلا اگه می نویسیم پی پنجاه و سه و یعنی اینکه برای ما ریزالت هایی رو بیار که هم مربوط به پی 53 باشه هم مربوط به هوموساپینس باشه خب یعنی میشه اشتراک اون دوتا اگه بینشون اور بذاریم اور یعنی این که یا این رو بیار یا تی پی 53 رو بیار یا هوموساپینس رو میار که میشه در واقع اجتماع این دوتا و اگه نات بینشون بذاریم یعنی اینکه برامون پی پنجاه سه رو بیار ولی پی پنجاه سه هایی که مربوط به هوموساپینس نیست خب پس پی پنجاه و که تو تمام ارگانیسم های دیگه هست رو میاره ولی اون چیزی که تو هوموساپینس هست اصلا هر چیزی که تو هوموساپینس هست اون رو برامون نمیاره خب این به این ترتیبه حالا ما این رو اینجا انتخاب میکنیم ببینید اینجا بچا یک سری خودش چیزای مستقیم داره چون حالا اینها رو نخوندیم از اینها میگذرم مثلا خودش لینک مستقیم به بلاست داره به رف سکونس هاش داره رف سک جینش داره ترانسکریپ هاش داره پاپ میدش داره ولی من کاری با اینها ندارم خود tp 53 رو انتخاب میکنم یه همچین صفحه برامون باز میشه همونطور که میبینین اینجا نوشته که تی پی یا همون تومور پروتئین پی 53 ارگانیسمش هم همونطور که انتخاب کردیم هوموساپینس یا همون هیومن هستش تو این صفحه اگه دقت کنین ما یک سری در واقع اطلاعات و داده ها میبینیم که شاید اولش که نگاه میکنین یکم حالا کانفیوزتون کنه گیجتون کنه ولی اصلا چیز گیج کننده ای نداره این چندین تا بخش داره که هر بخش اون با این خطای خاکستری از همدیگه جدا شده بخش اولش مربوط به سامری یا خلاصه هستش که با این چیزی که در این جا هستش میتونیم این قسمت رو ببندیم خب این از اینجا شروع میشه تا این باکس خاکستری بعدی حالا من اگه اینجوری ببندم باکس خاکستری بعدی رو اینجا نشونمون میده باکس دوم جینومیک کانتکسشه باکس سومش ژنتیک ریجن ترانسکریپس و پروداکت هاشه خب به همین ترتیب اکسپرشن بیبلیوگرافیشه و همین جوری میری تا انتها ولی اگه یه وقتی مثلا این چیزی که تو انتها داره مثلا رفرنس سکوینس ها هستش خب ما اگه بخوایم به این دسترسی داشته باشیم باید این همه صفحه رو بیایم پایین تا بهش بتونیم دسترسی داشته باشیم ولی یه چیزی که کار رو برامون راحت کرده این تیبل آف کانتند این قسمت هستش تمام این چیزهایی که ما با رنگای خاکستری اینجا میدیدیم اینجا ردیف شدن خب ما اگه رو هر کدوم از اینا کلیک کنیم مستقیما روی این در واقع دایورت میشیم مثلا هم NCBI reference رو که انتخاب کنم من مستقیما میام به این قسمت دیگه لازم نیست اسکرول داون کنم و بیام پایین یا مثلا یا مثلا جینومی کانتکست که دومی بود قشنگ میزنی و مستقیما میای به این قسمت و این کار دسترسی رو به این بخش مختلف برامون آسون کرده. خب، حالا ببینیم این بخش ها رو به ما میگن. اولی خب گفتیم سامریه، خب، یه خلاصی از کلیات جن رو به میگه. مثلا، آفیشیان سیمبولش چیه؟ خب، میگه که سیمبول این جن TP53. ما که مثلا میزین این P53 اشتباهه، ما باید بزنیم TP53، خب HGNC هم مربوط به کمیته ای هستش که ژن هایی که مربوط به هیومن هستش رو در واقع سیمبل اونها رو مشخص میکنه پس نوشته که پرووایدد بای اچ شاید مثلا این هوموساپینس نبود و موس موسکولوس بود این متفاوت میشد. خب کمیته ای که اومده و این سیمبل رو مشخص کرده HGNC آفیس فون فول نیمش چیه تومور پروتئین پی 5 که این هم توسط همین اجنسی پروواید شده اینها سایتی که در واقع رفرنس داده به انزمبل یک چیزی که آی و خیلی از دیتابیس های دیگه داره اینه که در واقع اینترلینک دارن به سایر دیتابیس ها مثلا اینجا انزمبل یه سایت دیگه مربوط به ژن های هیومن هستش خب یک سایت داده که این رو در واقع لینک داده که میتونیم ما بریم این پروتئین رو تو انزمبل هم بررسی کنیم یه سایر در واقع سایت های دیگه جین تایپ شیه بچا پروتین کودینگه. بعضیا هستن که پروتین کدینگ نیستن مثل مثلا اگه ما جنی رو کد کنیم که ازش پروتئین تولید نشه و فقط در سطح آر ای بیان بشه اینها دیگه پروتین کدینگ نخواهند بود ولی پی 53 پروتین کودینگه یعنی از روش پروتئین کد میشه ارگانیسمش خب گفتیم که چی باشه هوموساپینس باشه لینیجش مثلا کلا از یوکاریوت متازواز تا این که میاد میرسه هوموساپینس این درختش رو درخت فیلوژنیکش رو اینجا نشون میده نام های دیگه که اینجا میتونه داشته باشه تی پی سه میتونه با نام های پی پنجا سه بی سی سی, سی اسمان و سایر اسمای دیگه هم معروف هستش مثلا اگه یه جایی TRP53 دیدین متعجب نشین TRP53 هم خود پی 53 هستش و اینکه یه خلاصه ای از این ژن اصلا این ژن چی هستش رو اینجا به ما میگه میگه این ژن یک تومور ساپرسور پروتئین رو کود میکنه خب بعد DNA بایندینگ داره الیگومریزه میشه در تنظیم بیان ژن نقش داره در ارست سل سایکل و افزایش آپاپتوز پیری ترمیم دی ای و تابولیسم های مختلف شرکت میکنه و اینکه با کنسر ها در ارتباط ایزوفرم های دیگه ای داره این و همه اینها رو در اینجا توضیح داده پس ما اگر یک خلاصه یک از یک جن بخوایم میایم تو جین اسم اون رو ژن رو میزنیم ارگانیسمش رو انتخاب میکنیم تو این سامری میبینیم که از این ژن چیه و اکسپریشن رو اکسپریشن مثلا میگه که تو چه قسمت هایی از بدن این بیان بالایی داره مثلا این نوشته تو اسپلینگ یا تها لیمف نوت ها و سایر بخش های دیگه مثلا این بیان داره ولی این اکسپریشن خودش یه دونه از این باکس ها هستش که اکسپریشن خودش مخصوص برای اکسپریشن اونجا در واقع اطلاعات بیشتری برمون گذاشته ارتولوگ چیه؟ ارتولوگ یعنی این ژن تو چه گونه های دیگه ای وجود داره خب ارتولوگ هاش پس میشه موش ها و یک سری ارتولوگ دیگه هم داره ولی مهمترینش موشی که اینجا گذاشته خب این باکس تموم میشه این قسمت و ما اینجا رو میتونیم ببندیم قسمت بعدی جینومیک کانتکسشه خب تو جینومی کانتکس ما میتونیم ببینیم که لوکیشن این کجاست یعنی این ژن تو کجای کروموزوم قرار گرفته میبینیم که نوشته 17 p 13 یک. خب این یعنی چی یعنی باند سیزده بازوی کوتاه کروموزوم 17 این لوکیشن این ژن هستش تعداد اگزونش اگزون هایی که این ژن داره 11 تا اگزون داره ولی بچه‌ها این گاهن دیدم که اشتباه میزنه خیلی به این بسنده نکنید حالا بهتون جلوتر میگم که این رو چطور مطمئن بشیم که اینجا رو درست زده یا اشتباه زده خب اگه بیاییم قسمت پایین تر که اینجا یک گرافی کشیده بچه این گراف گراف خوبی هسته چطور؟ ببینین این کروموزوم 17 این خط خب یه قسمتی از کروموزوم 17 این هم جنهای مختلفیه که روش وجود داره این چیزی که قرمز رنگ نشون داده جن ما هستش پس این جن ما در این ناحیه کروموزوم قرار گرفته و با جنهای مثلا EFNB3 همسایه هستش یا از این ور همسایهش SHBG هستش یا مثلا با ژن HRAP53 اینها چی هستش در واقع یک مقدار هم از این قسمت اوورلپ داره خب پس ما اگه یه وقت خواستیم ژن TP53 رو مثلا نمیدونم دچار دستکاری و منیپولیشن قرار بدیم حواسمون باید باشه که به این ژن HRAP53 آسیبی نزنن چرا چون یه قسمتی از توالیشون روی کروموزوم 17 با هم دیگه اوورلپ داره خب ولی بچه ها این فلش ها میبینین هر کدومشون یک سمتی رو نشون میده اکثرا به این سمت هستن ولی مثلا این جن و این جن تیپی پنج و سه به این سمت هستش ما میدونیم که کروموزوم در واقع دو تا سر داره دیگه یه سرش 5 پرایمه یک سرش هم 3 پرایم این کروموزوم جهتش خلاف جهت کروموزومه یعنی سر 5 پرایم اینجاست سر 3 پرایمش اینجاست پس این جهت این ژن ما رو نشون میده بعضی از ژن ها خلاف جهت کروموزوم هستن که هیچ تیپی 50 خب این هم از این ناحیه که ما اینجا رو هم میبندیمش قسمت بعدی جنومیک ریجن ترانسکریپشن و پروداکت ها هستش بچه اینجا چند تا گراف برامون نشون داده که در ابتدا که نگاه میکنیم شاید مثلا یه چیز خیلی سختی به نظر بیاد ولی اصلا سخت نیست ببینید از این قسمت تا این قسمت یه ترکه از این قسمت تا این قسمت یه ترک دیگه هر ترک هر کدوم از این زرد که اینجا میبینید خودشون یه ترک هم و هر ترک یه اطلاعات جداگانه ای بهمون به میدن ترک اول مربوط به خود این ژن هستش ببینید این آبیه کروموزوم 17 اینم ژنه خب ژن تیپی 53 این قسمت هایی که مربع هستش خب این مربع ها اینها اگزون ها هستن و این خط ها مربوط به اینترون ها هستش خب ما اگه بخوایم ببینیم که این چند تا اگزون داره میشمریم اگزون یک اگزون دو سه چهار پنج شیش 7, 8, 9, 10, 11 این بالا هم گفته بود تو جینومیک کانتکس هم گفته بود که اگزون هاش تعدادش 11ه ما هم شموردیم گیریم که 11ه ولی ممکنه گاهن مثلا اشتباه بزنه تو قسمت جینومیک کانتکس ما شموردیم گیریم که این سری درست داده خب؟ حالا چرا بعضی از این مربع ها کم رنگ هستش ولی بعضی ها با سبز و پررنگ مشخص شده این هایی که کمرنک هست مربوط به بیوتی یا آن ترانسلیتد های این اگزون ها هستش ما میدونیم که بعد این که از روی یک ژن رو نویسی انجام میشه یه قسمت هایی از این که رو نویسی انجام شده ترجمه نمیشه به اون قسمت ها میگیم یو تی یه دونه قسمت بالا داریم بهش میگیم 5 پرایم یو تی آر یه دونه پایین دست ژن داریم که بهش میگیم 3 پرایم یو تی خب که اون رو با سبز کمرنگ نشون داده. آر ها خودشون اگزون هستن خب یا میتونن بخشی از یک اگزون باشن. اگزون اولمون یا بخشی از اگزون اولمون مربوط به 5 پرام UTR هستش، اگزون آخر یا بخشی از اگزون آخرمون مربوط به تری پرایم اینجا کل اگزون اول رو میبینین که این رنگی نشون داده پس کل اگزون اولمون یوتی آر هستش تا حتی قسمتی از اگزون دوممون هم یوتی آره خب ولی تری پرایم این قسمت بخشی از اگزون آخرمونه این ناحیه یعنی اگه بخواد پروتئین ازش تولید بشه از این ناحیه تا این ناحیه هستش خب این هم از یو ها ترک دوم مربوط به واریانت ها هستش واریانت ها ما میدونیم که اون آر ها یا ام هایی هستن که از روی یک ژن رو میشن خب مثلا این واریانت یا این ام ار ای میبینیم که نقطه شروع رو خب از اینجا بوده تا این ناحیه ولی اسپلایسینگ متفاوتی داره نسبت به این مورد تو مورد اول تی اسپلایسین اگزون دو هم هست میشه ولی تو مورد دوم این میمونه همین ترتیب بچه اینها با همدیگه یا تو ناحیه شروع رونویسی نویسی با همدیگه متفاوت هستن مثل اینها با اینها یا تو ناحیه پایان رونویسی نویسی با همدیگه متفاوت هستن یک سری از واریانت ها هم به خاطر اسپلایسینگ های مختلف اتفاق میفته تی اسپلایسینگ یک سری اگزون ها هست میشه یک سری دیگه میمونه این تفاوتی که در اگزون ها وجود داره باعث میشه که این واریانت های مختلف ایجاد بشه این چیزی هم که اینجا میبینین بچه این همون جنی هستش که این بالا دیدیم که اوورلپ داشت با این خب این همین اچاره ای پی پنجاه هستش که از این ناهی اوورلپ داشت خب چون این قسمت 5 پرایم اینجا, اینجا و 3 پرایمش این, هست، این طرف هستش اینجا وقتی که تو این قسمت نشون میده همیشه 5 پرایم این طرفه 3 پرایم این طرفه خب برای همین این هم اینجا نشون داده که اوورلپ این جن با این جن در چه حد هستش خب این هم یک سری اطلاعات دیگه است مثلا اومده پولیمورفیزم هاش رو نشون داده یا مثلا یک سری اطلاعات دیگه که ما با اینها کاری نداریم چرا؟ چون یک سری دیتابیس های دیگر رو داریم که اینها رو با جزئیات بیشتری بهمون بگه برای همین اینجا رو دیگه باهاش در واقع کاری نداریم و این قسمت رو هم میتونیم ببندیم بخش چهارممون اکسپرشن هستش اکسپرشن یعنی بیان اینجا یک نموداری میبینیم که جاهایی که این جن در اونجا بیان میشه رو برامون آورده و میزان بیانشون رو همینجا نشون داده مثلا اگه خوب دقت کنیم تقریبا بیشتر این جایی که این ژن اونجا بیان میشه لیمف نود ها هست یا مثلا تو اسکین پوست اسپلین تحال اینها بیان بالایی داره این یا مثلا تو پانکراس بیان ضعیفی داره تو هارت یا همون قلب بیانش کمه ما بر اساس این نمودار میتونیم بفهمیم که این جن تو کجاها بیان بیشتری داره تو کجاها بیان کمتری داره و تو کدوم مسمت اصلا بیان نداره اینجا رو هم میبندیم بخش بعدی بیبلیوگرافی هستش که مقالاتی که مرتبط با این کار هستش رو برامون اینجا آورده مهمتر مقالاتی که هست و هر روی هر کدوم از این مقالات بزنیم شیفت میشیم به پاب مید و اونجا میتونیم این مقاله‌ای که در ارتباط با ژن ما هست رو بررسی کنیم مثلا من که رو این اولی کلیک کردم برامون دیتابیس پاب رو آورد و این مقاله رو برامون آورده که ابسترکش هست و ما میتونیم از طریق این دوتا فول تکس مقاله رو دانلود کنیم خب برگردیم به قسمت بخش بعدی در رابطه با فنوتایپ هستش فنوتایپ تاثیر این جین در چیزهایی هستش که ظاهرا ما میبینیم مثلا انواع سیندروم ها رو نوشته کارسینوم ها رو نوشته که در اثر اینکه این ژن این دچار نقص بشه چه فنوتایپ ایجاد میشه رو اینجا ما میتونیم ببینیم بخش بعدی وریشن ها هستش که به ما لینک داده که تو کلینبر بررسی کنیم و یک سری از سایت های دیگه ما میتونیم روی هر کدوم بزنیم وارد اون دیتابیس بشیم در مورد اچ آی ها صحبت کرده چون یک زمانی اچ ها وی تاپیک بود و الان هم هست به همین دلیل یک سری اطلاعات به صورت ویژه برای اچ گذاشته اینجا بخش بعدی پسوی ها هستش تو پسوی ها ما در واقع مسیرهایی رو میبینیم که این ژن در اونها دخالت میکنه مثلا تو دینی ریپیر، آپاپتوزیس، پروگرامی سلدیس، همستازی سیگنالینگ بای اینها همشون در واقع مسیرهایی هستش که ژن ما تو اونها دخالت میکنه هر کدوم از این مسیرها رو با جزئیات خیلی ریز میتونیم تو ریاکتوم بررسی کنیم که تو یک جلسه این ریاکتوم رو هم انشالله خواهیم گفت این رو هم میبندم مسیر بعدی اینتراکشن ها هستش این مربوط به اطلاعاتی هستش که میگه پروتئین ما یا اون ژن ما با چه پروتئین هایی با چه هایی از دی میتونه اینتراکشن داشته باشه خب مثلا میگه پروتئین پی 53 میتونه با رف وان اینتراکشن بده یعنی بره بهش متصل بشه یا پی 53 میتونه اینتراکشن بده با بکس یا بی آر سی ای وان میتونه با پی 53 بده پس تو قسمت اینترکشن ها اینترکشن هایی که پروتئین ما با یک پروتئین دیگه داره رو نشون میده. اگه اینجا دقت کنین امپی اوندرلاین میبینین. پروتئین هدف و پروتئینی که میره بهش متصل میشه که اینم هم با این امپی نشون داده. خب این رو یادتون باشه جلوتر در مورد این امپی ها بهتون میگم که این یعنی چی. خب این هم از این و اینجا رو هم میبندیم بخش بعدی جنرال اینفورمیشن هستش یک سری اطلاعات کلی داده که این اطلاعات کلی تحت عنوان جین اونتولوژی بهش میگن خب جین اونتولوژی چیه بچه ها؟ جین اونتولوژی خودش سه تا بخش رو پوشش میده اولین بخشش فانکشن هستش یعنی عمل کرده این جن چیه؟ میگه عمل کرده این جن... این هستش که میتونه به دینه متصل بشه میتونه به آنزی متصل بشه میتونه به هیستون استیلاز متصل بشه پس کلیتی از عمل کرده این رو میده قسمت دوم جین اونتولوژی پروسس هستش یعنی تو چه فرایندهایی میتونه داشته باشه که همونطور که بالا هم اشاره کرد میتونه مثلا در کامیتمنت تیسل نقش داشته باشه در اتوفاژی نقش داشته باشه و بخش سوم جین اونتولوژی کامپوننت هستش یعنی اینکه این ژن این تو کدوم قسمت از یک سلول میتونه دیده بشه تو کروماتین میتونه دیده بشه تو سیتوپلاس میتونه دیده بشه تو نوکلوپلاس میتونه دیده بشه تو میتوکنژی تو سیتوزول همه اینها قسمت هایی از سلول هستش که این ژن ما در اونجا دیده میشه پس تو جین اونتولوژی خب، این واژه جین اونتولوژی مربوط هست به فانکشن پروسس و کامپوننت یک ژن که این رو هم میبندیم ما بخش بعدی در مورد جنرال پروتین اینفورمیشن هستش که یه دونه اسم کلی به پروتین این داده که همو سلولار تومور آنتیجن پی 53 هستش ولی یک سری نام های دیگه که میتونیم به پروتین حاصل از این ژن بدیم شامل هم مثلا تومور ساپرسور پی 53 آنتیجن ام وای سی او 13 همه اینها اسامی دیگه ای پروتین حاصل از این ژن هستش بخش آخرمون که من این بخش رو خیلی بیشتر دوست دارم مربوط به NCBI Reference Sequence هستش خب تو ریف سیک بچه ها ما چندین تا بخش داریم یک بخشش مربوط به جنومیکه خب یک بخشش مربوط به امارنا و پروتینش خب یک سری اطلاعات هم اینجا میبینیم خب حالا ببینیم این اطلاعات چی ها هستن تو قسمت جنومیک ما چی رو داریم ما در واقع NG Underline رو میبینیم تو قسمت امارنه ما انماندرلان رو میبینیم و پروتینش رو هم انپی آندرلاین میبینیم اینها چی ازش؟ ببینید در کل توالیهای های مختلف برای جنها گزارش شده و تو مقالات مختلف هر دانشمندی که حالا کار میکرده یک توالی رو اومده مثلا برای جن پی پنجاسه گفته خب کاری که کردن اومدن این توالی ها رو با هم دیگه کردن بررسیشون کردن گفتن حالا مثلا ممکنه بعضی پولیمورفیزم پولیمورفیس باشه بعضی از تغییرات مربوط به وریشن ها باشه ولی چیزی که توالی دقیقش رو این جن رو مشخص میکنه اون رو اومدن شماره گذاری کردن و ابتدای اون رو گذاشتن NG Underline خب یعنی هر چیزی که هر توالی که ابتداش NG Underline داشته باشه ما میفهمیم که توالی رفرنس و توالی اصلی اون جین در واقع این کد هستش خب یه ما میتونیم تو جین بنک اون رو ببینیم یا فرمت فصلیش رو اینجا ببینیم حالا من اینو کلیک میکنم که برمون باز بشه جین بنکش هم همینطور توالی فصلی رو ببینیم آها ببینیم مثلا این توالی مربوط به توالی فصلی این جن هستش خب این رفرنس سکونس هستش یعنی هر توالی دیگه ای وجود داشته باشه ما اون رو نمیپذیریم فقط توالی که برای پی 53 داریم اینه ما این رو قبول میکنیم طی آزمایشاتی که انجام شده این به عنوان توالی رفرنس شناخته شده پس ما این رو میگیم رفرنس جین هستش و با ان مشخص می مشخص میکنیم نه یه قسمت هایی هست با ان ام و ام پی اندرلان. اون چیزهایی که ام هایی که وجود داره با انماندرلان و پروتئین های رفرنس رو هم با ام پی اندرلان. حالا چند تا از این انم ها وجود داره چرا ببین یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 تا الى 25 اینها مربوط به واریانت های مختلف این جن هستش ما اون قسمت بالان 15 تاشو نشون داده بود گفته بود که از روی یک جین میتونه امارنی های مختلفی که در نتیجه پروتین های مختلفی ازشون حاصل میشه وجود داشته باشه اینها ها واریانت های مختلفیش هستن و با شماره نشون دادن و همشون انماندر لائن دارن خب حالا علاوه بر این ان ان و این پی یک سری های دیگه هم ممکنه ببینید که در کل برای دی ای اگه ان سی ببینید کل دی ای که روی اون کروموزوم وجود داره رو میتونید ببینید. NT underline و NW underline مربوط به کانتیک ها هستش کانتیک ها یعنی چیزهایی که هر دانشمندی اومده در واقع گزارش داده کل این کانتیک ها رو زیر هم و الائنش کردن از نظر اکسپریمنتال و آزمایشگاهی تاییدش کردن و رفرنس رو گزارش دادن پس این, این کانتیک ها برای ما سودی نخواهد چون یه قسمتی از یک رو مشخص میکنن این جی underline مهمترین چیزی هستش که ما در مورد یک جین میتونیم ببینیم ولی یادمون باشه که این انجی جی فقط خود اون جین نیست بلکه یک قسمت از آپستریم جن و یک قسمت از دانستریم جین رو هم شامل میشه خب برای آرنه ما دو تا چیز داریم یک سری ها از نظر اکسپریمنتال یا آزمایشگاهی مشخص شدن یک سری ها از نظر کامپیوتیشنال پردیکشن گزارش شدن مهمترین و اصلیترین ترین چیزی که در مورد آرنی ها وجود داره همون انم آندرلاینه خب انم آندرلاین مربوط به اون امارنایی هستش که از روی اون جین کد میشه پس ما اگه بخوایم برای یک ژن پرایمر طراحی کنیم ما میایم سراغ این انم آندرلاین چرا چون اولا اینترون ها رو نداره سوما آپیسیریم و دانستریم ژن رو در واقع شامل نمیشه بلکه فقط اون ناحیه اگزون ها رو شامل میشه ولی انجی لاین رو نمیتونیم استفاده کنیم برای طراحی پرایمر شما ممکنه پرایمر رو برای آپیستریم یا دانیستریم ژن طراحی کنه که به درد ما نخواهد خورد پروتئینی هم که از این حاصل میشه ام پی آندر خب از نظر اکسپریمنتال یک سری ها هم هستن که ان آر آندرلاین هستن اینها هم برای زمانی هستش که امارنه ما پروتین کودینگ نیستش پس اگه پروتین کودینگ باشه انم اندرلاین داره و پروتین اون رو هم با ام پی اندرلاین مشخص میکنن ولی اگه پروتین کودینگ نباشه فقط ان آر آندرلاین مشخص میشه اونهایی که از نظر کامپیوتیشنال در واقع پردیکت شدند اونها رو با x مشخص میکنن x m underline مربوط به پروتین کدینگ ها هستش و پروتین اون هم x p underline اونهایی که نام پروتین کدینگ هستن رو هم با x r underline مشخص میکنن پس این کودها کد ها رو در ذهنتون داشته باشین که تو قسمت رفرنس سکونس بتونین به راحتی به توالی اون دسترسی پیدا کنین مثلا ما که اینجا به فستی و جیم بنک انجی لاین کلی کرده بودیم فستیش این بود فرمت فستی که فرمت فست ای یه دسکریپشن لاین داره که مربوط به در واقع نام این پروتئین و اون لوکیشن اون هستش و جیم بنک اون هم یک سری اطلاعات کلی میده که شیفتمون میکنه به نوکلوتات یعنی اگه این جن رو در این دیتابیس نوکلوتاید سرچ میکردیم این اطلاعات رو برامون می آورد که دیگه نمیخوام توضیح بدم ولی قسمت آخر این مربوط به توالی این قسمت مربوط به توالی جیم بنک هست همونطور که میبینی با فست ای, ای مقدار متفاوت فست ای, ای که لاین داره همه یه توالی رو پشت سر هم میاره با حروف بزرگ ولی توالی جیم بنک این ها رو با حروف کوچک میاره و به صورت ده تا ده تا از همدیگه جدا کرده ده تای اول بعد 20 سی چهل پنجاه شست یعنی و تو هر لاین شست تا توالی رو گذاشته بعدی از 61 شروع میشه خب بیشتر دیتابیس هایی که از این به بعد باشون آشنا میشیم توالی فست ای یک جین یا یک پروتئین رو میخواد که نحوه پیدا کردن توالی فست ای پروتئین رو هم بهتون خواهم گفت یا مثلا اگر رو ان کلیک کنیم دوباره میره تو پایگاه نوکلئوتاید یا ام پی اندرلاین میره تو پایگاه در واقع دیتابیس پروتئین این رو اگه برامون بیاره میتونیم اینجا ببینیم همونطور که میبینین وارد دیتابیس پروتئین میشه که من این دیتابیس پروتئین رو هم توی یک جلسه بهتون خواهم گفت این هم در انتها در واقع توالی رو پروتئینی این رو هم اینجا برامون میاره این هم از در واقع بخش انتهایی این رف ها رو ما اینجا دیدیم و در ادامه هم اطلاعات خاصی از جن، وجود نداره امیدوارم که توضیحات براتون مفید باشه اگه دوست دارین یاد بگیرین یک جنی که مرتبط با کار پایان نامتون هست یا یک جنی که بهش علاقه دارین سرچ کنین و در مورد اون این اطلاعات رو بررسی کنین اگه سوالی هم داشتین تو کامنت میتونین بپرسین خدا نگهدار